بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعل موعظة وشفاء وهدى ورحمة لذوي الإيمان لا ريب فيه ولم يجعل له عوجا وأنزله قيما وهدى نورا لذوي الإيقان والصلاة والسلام الأتمام الأكملان على خير الخلائق من الإنس والجان النور القلوب والقبور نوره ورحمة للعالمين ظهور وعلى آله وصحبه الذين هم في نجوم الهداية وناشر الفرقان وعلى من تبهم بالإيمان وقال أن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. همه تعریف ها لایق ذاتی است که انسان را به وجود آورد و سخن نیکو را به وی تعلیم داد، برای او قرآن را فرو فرستاد و آن را برای اهل ایمان موعظه و شفا و هدایت و رحمت قرار داد که نه شکی در آن وجود دارد و نه کجی، بلکه کاملا راست است و حجت و نوری است برای اهل یقین و کاملترین و بهترین درود و سلام بر بهترین خلایق محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم باد که با نورش قلب‌های زندگان و قبرهای مردگان منور گردید، پیامبری که ظهورش برای همه جهانیان رحمت است، و نیز درود بر آل و اصحابش باد، آنان که ستارگان هدایت و ناشران قرآن کریم هستند و بر مؤمنانی که پیروی آنان را اختیار نمودند. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه میگوید رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود بهترین شما کسی است که قرآن را یاد بگیرد و به دیگران یاد بدهد. کسی که میخواهد قرآن مجید را تلاوت کند پس از مسواک و وضو با یک سوی و با نهایت وقار و تواضع رو به قبله می نشیند و با حضور کامل دل و با شوق و اشتیاق و فراوان آنچنان که شایسته آن لحظه است طوری بخواند که گویا روبروی الله تعالی نشسته است و الله تعالی از او می شنود. اگر معنی قرآن را می داند با تدبر و تفکر بخواند و بر آیات وعده و رحمت دعای مغفرت و رحمت کند و بر آیات عذاب به الله تعالی پناه برد، زیرا غیر از او چاره سازی نیست. بر آیاتی که پاکی الله بیان می شود سبحان الله بگوید، سعی کند با حالت گریه بخواند و اگر گریهش نمی گیرد به زور خود را به گریه درآورد و یا حداقل شکل گریه کند. لذیذترین حالات عشق برای عاشقان است که با چشمهای گریان و اشکبار پیش محبوب خود شکایت کند. اگر قصد حفظ نمودن قرآن ندارد در تلاوت کردن عجله نکند، بهتر است قرآن را بر روی رحل یا بالش و بر جای بلندی بگذارد و در هنگام تلاوت با کسی حرف نزند. اگر ضرورت صحبت کردن با کسی پیش آمد قرآن مجید را ببندد و حرف بزند و بعد از آن اعوذ بالله خوانده دوباره شروع کرده و در مجالسی که مردم به کارهای خود مشغول هستند آهسته خواندن بهتر است و وگرنه با آواز بلند بهتر است. علما برای تلاوت آداب ظاهری و شش آداب ظاهری تعیین نمودن و شش آداب باطنی. آداب ظاهری: یک، با وضوع و با نهایت احترام رو به قبله نشستن. دو، در تلاوت عجله نکند بلکه با رعایت تجوید و ترتیل بخواند. سه، سعی کند گریهش بگیرد ولو اینکه با تکلف باشد.
چهار حق آیات رحمت و آیات عذاب را ادا کند به همان نحوی که قبلا ذکر گردید. پنج، اگر احتمال پیدا شدن ریا و یا سبب آزار دیگران می شود آهسته بخواند، وگرنه با آواز بلند بخواند. شش، با صدای خوش و زیبا بخواند، زیرا در احادیث در این مورد زیاد تاکید شده است. آداب ظاهری قرآن عظیم الشان بود که علمای گرامی القدر اینو تعبیه نمودن. و اما آداب باطنی، یک، عظمت و بزرگی قرآن را در دل بیاورد که چه کلام والا مقامی است. دو، بزرگی و کبریایی صاحب کلام یعنی خداوند متعال را در دل بیاورد. سه، دل را از وسواس و خیالات پاک کند. چهار، در معنای آن فکر کند و با لذت بخواند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک شب تا صبح این آیات را تلاوت و تکرار می نمود. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. سوره مائده آیه 118. پروردگار را اگر ایشان را عذاب بدهی بندگان تو اند، و اگر مغفرتشان کنی پس بدون شک تو غالب و با حکمت هستی. سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنه یک شب تا صبح این آیه را تکرار می نمود. وانتهز اليوم ایها المجرمون. سوره یاسین آیه 59. ای گناهکاران، امروز از گروه نیکوکاران جدا می شوند. پنج، آیه هایی را که تلاوت می کند دل را تابع آنها سازد. مثلا اگر آیه رحمت بر زبانش باشد دلش خوش و خرم باشد، و اگر آیه عذاب را می خواند دلش به لرزه افتد. شش، گوش ها را چنان متوجه سازد که گویا خود خداوند متعال با او حرف می زند و او از خداوند می شنود. خداوند متعال بنا به لطف و کرم خیش به من و شما توفیق رعایت آداب عنایت بفرماید. حفظ کردن قرآن به اندازه‌ای که با نماز ادا شود بر هر کس فرض است، و تمام قرآن مجید را حفظ کردن فرض کفایه است. اگر هیچ کس حفظ نکند همه مسلمانان گناهکار می شوند. به طوری که ملا علی قاری رحمت الله علیه، از زرکشی رحمت الله علیه نقل کرده است که اگر در یک شهر یا قریه هیچ کس قرآن خوان نباشد همه گناهکار می شوند. در این زمان که در میان ما مسلمانان در بسیاری از کارهای دین ضعف و انحطاط آمده است، عده‌ای حفظ قرآن مجید را کاری بیهوده می دانند و حفظ و تکرار آن را نوعی اتلاف وقت می انگارند. پناه به خدا، عیاذ بالله. اگر درد ما فقط در مورد همین می بود می توانستیم با تفصیل صحبت کنیم، و اگر این عیب را از بین ببریم. اما امروزه حرکت ها و روش های ایجاد شدن که هر کدام نوعی بیماری هست که آدمی را ناخواسته به سوی باطل می کشاند. حالا بر کدام یک باید اشک ریخت و از کدام یک باید شکوه و ناله کرد؟ و الی الله المشتکی و الله المستعان. دوستان عزیز، بنده حقیر از اونجایی که بحث سخنرانی نیست و میخواهیم چند کلامی از آیات الهی را بنا به فرموده بزرگان که اگر الله تبارک و تعالی توفیق عمل را به من و شما عنایت بفرماید ترجمه نماییم. امید است از الله تبارک و تعالی تا این را مورد قبول درگاهش بنماید. سوره نازعات است که داره 46 آیه و 2 رکوع می باشد و از جزء سوره های مکی است. بسم الله الرحمن الرحیم. و النازعات غرقا و الناشطات نشطا و الصابحات صبحا و السابقات سبقا و المدبرات امرا. و قسم است به آن فرشتگانی که می گیرد جان آدمی را به سختی. و الناشطات نشطا، و قسم است به آن فرشتگانی که می گیرد جان انسانهای مؤمن را به راحتی. و الصابحات سبحا،
و قسم است به آن شناورانی که شنا می کنند در عوامر الله تبارک و تعالی. پس سابقات سبقن، پس قسم است به آن سبقت گیرندگانی که در عوامر الله تبارک و تعالی سبقت می گیرند، که همین فرشتگانی که عوامر الله را از زمین، از آسمان به زمین می آورند. فالمدبرات امرا، پس قسم است به آن انجام دهنده عوامر الله تبارک و تعالی. یوم ترجف الراجفه، روزی که بلرزد لرزنده ایم. تتبعه الرادفه، از پی در آورد پشت سر هم. شما دوستان اگه توجه کرده باشیم، زمانی که زمین لرزه می شود، خود زمین لرزه یک پس لرزه هایی دارد که این پس لرزه ها از پشت می آورد. قرآن عظیم الشان درباره اون پس لرزه ها صحبت می کند. تتبع و رادفه، از پی در آید و ردیف ردیف و پشت سر هم، که به اصطلاح امروزی ها ریشتر. قلوب یومئذ واجفه، قلب ها در آن روز واجفه ترسانند. ابصارها خاشعه، چشم ها پایین افکنده. یقولون اعنا لمردودون فی الحافره، می گفتن و می گوین آیا ما را بازگشتی به حالت نخستین هست؟ اعزا کنا عظاما نخره، زمانی که ما باشیم استخوان‌های پوسیده شده. کفار مشرکین همه در این شک و شبهه دارن که آیا زمانی که ما میمیریم و از بین میرویم، آیا دوباره به حالت نخستینی هست، برگشت برای ما هست یا نیست؟ اعذا کن عظاما نخره، آن هنگامی که ما باشیم استخوان‌های پوسیده شده. قالوا تلک اذا کروت خاسره، بگوین این بازگشتن اگر بازگشتی باشد، بازگشت زیان آوری خواهد بود. از بزرگان نقل شده است که انسان‌های مذهبی ضرر نمی‌کنند. چرا؟ چون که اگر نماز میخوانند یا روزه میگیرند، فوقش این است که اگر در ساعت 2:30 غذا میخورند برای روزه، ساعت 6 شب غذا میخورند. و اگر نماز میخوانند و بالاخره ریش میذارند و اینها، باز هم ضرر نمیکنند. اگر آخرتی وجود نداشته باشد، باز هم مؤمنان ضرر نمیکنند. ولی اگر آخرتی وجود داشته باشه، کسایی که آخرت را انکار کردن، اونهاین که ضرر میکنن. اینجاست که مذهبیون ضرر نمیکنن، هیچ ضرری شامل اونها نمیشه. اینها میگوین اگر آخرتی وجود داشته باشد، هر آینه اون برگشتن ما یک برگشتن زیان آوری خواهد بود. اگر این حرف مسلمان ها درست باشد و آخرتی وجود داشته باشد، پس هر آینه برای ما زیان آور خواهد بود و همچنان هم خواهد بود. اگر آخرتی وجود داشته باشد که اونها ضرر میکنن، ولی اگر نعوذ من ذالک عیاذا بالله آخرتی هم وجود نداشته باشد، مذهبی ها ضرر نمیکنن. از اون طرف خواهران فوقش یک چادر سرشون گذاشتن و بالاخره از این طرف هم برادران یک ریش گذاشتن، کار خاصی دیگه نشده. ولی وای به حال آن روزی که آخرتی وجود داشته باشد که به طور حتم وجود دارد و اینهایی که ضرر میکنن. فانما هی زجرتون واحده، پس جز این نیست که این یک عذابی از تک و تنها. فاذا هم به ساحره، پس ناگهان درآید، در روز آخرت ایشان همه ناگهان ظهور میکنن، میان بیرون. الله تبارک و تعالی به سرور کائنات جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می فرماید، خطاب می دهن ایشونو در این آیه، هل اتاک حدیث موسی، آیا آمده است تو را خبر موسی؟ شنیده ای خبر موسی؟ شنیده می شود که دوستانی از اقصا نقاط می گویند که قرآن نعوذ من ذلک داستان است، یا داستانهای پیشینیان را برای ما ترجمه کرده است. قرآن داستان نیست، اساطیر الاولین نیست قرآن، بلکه داستانها را در قالب عبرت برای مؤمنان آورده است. پیامبر خیش را الله تبارک و تعالی در این آیه خطاب می دهد، هل اتاک حدیث موسی، آیا آمده است تو را خبر حضرت موسی که موسی چه گذشت و چه شد
تاریخ را میخواهد الله تبارک و تعالی برای پیامبر اسلام دوباره بازگو نماید که ببین در گذشتگان تو چه شده و چه خواهد شد بعد از تو ای پیغمبر. قرآن داستان نیست، افسانه نیست، اینها عبرت است برای اون کسایی که یقین داشته باشند. از ناداه و ربه بالواد المقدس طوا، آن زمانی که ندا میداد پروردگار تو به یک مکان مقدسی به اسم طوا. ذات مقدس الله تبارک و تعالی موسی علیه النبینا را خطاب داد که ای موسی، تو پیامبر من هستی، برو به طرف فرعون که فرعون طغیان کرده است. حضرت باری تعالی در مکان مقدسی به اسم طوا موسی علیه النبینا را برمیگزیند که ای موسی، تو برگزیده من هستی، تو باید بری فرعون و فرعونیان را و بنی اسرائیل را نجات بدهیم. اذهب الی فرعون انه تقا، برو به طرف فرعون، هر آین اون طغیان کرده است. فقل هل لك الا ان تزکا، پس بگو برای اون آیا تو را میلی به این هست که تزکیه شوی، پاک شوی؟ وحدیه که الی ربک فتخشا، و هدایت کنم تو را به سوی پروردگارت، پس بترسی از پروردگار خود. فعراه الایه الکبرى، موسی النبینا گفت یا الله من چجوری بروم، من که الان چوپانم، با چه سلاحی بروم؟ ذات مقدس الله تبارک و تعالی خطاب میدهد به او که ای موسی، عصای خود را بینداز. که وقتی که حضرت موسی النبینا عصای خود را میاندازد، عصایشون تبدیل میشه به اژدهار که خود حضرت موسی را وحشت پیش میآید. الله تبارک و تعالی و حضرت موسی النبینا میگوید که ای موسی، بگیر این اژدهار را. زمانی که این اژدهار رو دستش رو به روش میذاره، تبدیل میشه پس به عصا. با این معجزه برو به طرف فرعون که هر آینه فرعون طغیان کرده است، دروغ شمرده است. فکذب و عصا، با این معجزه که الله تبارک و تعالی به حضرت موسی النبینا داده بود، موسی علیه النبینا به طرف فرعون سرکش و طغیانگر روان شد. زمانی که این معجزه را نشون داد و معجزه دیگرشون ید بیضا بود، فرعونی که اینقدر در قفلت به سر می برد، در چند صد سالی که این حکومت کرد یک ظرفی از این نشکسته بود و اینقدر متکبر و طغیانگر شده بود، موسی النبینا را دروغ شمرد و نافرمانی کرد. ثم ادبر یسعا، سپس پشت کرد به حضرت موسی النبینا و بازگشت. فحشر فنادا، پس قوم خود را جمع کرد و ندا داد که ای قوم من، ببینید موسی آمده است و شما را میخواهد از اون دین و آیینی که دارد شما را برگرداند. فقال انا ربکم الاعلا، پس گفت منم خدای بزرگ. تا زمانی که حضرت موسی النبینا برای فرعون نیامده بود، فرعون میگفت که انا ربکم، من خدای شما هستم. ولی زمانی که حضرت موسی النبینا برای فرعون نازل شد، اینجا فرعون طغیانگر گفت انا ربکم الاعلا، یعنی من خدای بزرگ بزرگ شما هستم. فاخذه الله نکال الاخره والاولا، پس خدای تبارک و تعالی او را گرفت در یک عذابی در دنیا و آخرت. عذاب دنیا همانا غرق شدن بود و عذاب آخرت هم که مشخص است. ان فی ذلک لعبره لمن یخشا، هر آینه اینجاست که جواب اون افرادی که میگویند قرآن داستان است و افسانه، اینجا در این آیه کلام ربانی الله تبارک و تعالی جواب اینها را میدهد. ان فی ذلک لعبره لمن یخشا، هر آینه در قرآن پندی است لمن یخشا، برای کسایی که بترسد، اون کسایی که ایمان داره و قلبینا ایمان به یقین رسیده، این آیه ها برای اونهاست. اعنتم اشد خلقا ام السماء بناها، الله تبارک و تعالی ما و شما را خطاب میدهد، آیا خلقت شما سختتر است یا خلقت آسمان هایی که ما بنا کردیم؟ رفع سمکها فسواها، بلند بردیم ارتفاع آن را پس هموار ساختیم این آسمان ها را. و اغطش لیلها و اخرج ضحاها، و تاریک کردیم شب آن را و بیرون کردیم روز آن را،
آیا خلقت شما سختتر است یا خلقت آسمان هایی که بدون ستون ما اونها را نگه می داریم و هفت آسمان را روی هم و الارض بعد ذلك دهاها و زمین را بعد از اینکه الله تبارک و تعالی خلق کرد زمین را بعد از آن هموار ساخت از زمین اخرج منها ماءها خارج ساخت از آن آب را و مرعاها و چراگاه ها را و الجبال ارساها و کوها را استوار نمود بر روی زمین یعنی زمانی که الله تبارک و تعالی زمین را خلق کرد زمین ارتعاش داشت یا میلرزید الله تبارک و تعالی برای اینکه جلوی این ارتعاش زمین را بگیرد کوها را بر آن استوار نمود متاع لکم ولانعامکم منفعتی برای شما و برای چارپایان شما فاذا جاءت التامه الکبرى پس آن هنگامی که بیاید یک هنگامه بزرگ یوم یتذکر الانسان ما سعى روزی که یاد کند و بیاد آورد انسان که چه کرده است و برزت الجحیم لمن یرا و پیش کشیده شود جهنم برای کسایی که بخواهد و ببینند و اما من تقا پس آن کسانی که طغیان کردند و سرکشی کردند و از دستورات الله تبارک و تعالی نافرمانی کردند و اثر الحیات الدنیا و برگزیدن زندگانی دنیا را بر زندگانی آخرت و این الجحیم هی المعوى پس هر آینه جهنم هست برای آنها جایگاهی و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى و اما آن کسایی که ترسیدن از ایستادن در مقابل پروردگار خود و باز داشتن نفسهای خود را از آنچه که هوس میکرد نفسهای اینها و مبارزه میکردن با نفسهای خودشون در دنیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَى پس هر آینه بهش جایگاهی است برای ایشان یسألونک عن الساعة ایان مرساها میپرسن ای پیغمبر تو را از ساعت و روز قیامت فیما انت من ذکراها در تو چه هست از یاد و پند و بیاد آوری قیامت الی ربک منتهاها بیا به طرف پروردگار خود که هر آینه منتهای این علم قیامت را پروردگار تو میداند انما انت منذر من یخشاها هر آینه جز این نیست ای پیغمبر که تو بیم دهنده هستی کسایی که بترسن چون که رسول معظم اسلام بسیار نگران بودند برای همه میگفتند که همه دنیا بیایند و مسلمان بشوند الله تبارک و تعالی گفت ای پیغمبر تو فقط بیم و ترس خود را بده و اون کسایی قبول میکنند که از من میترسند که انهم یوم یرونها لم یلبسوا الا عشیه او ضحاها روزی که اینها ببینند که درنگ نکردند در دنیا بمانند یک چاشگاهی و یا یک شامگاهی الا عشیه او ضحاها الله تبارک و تعالی را شاکریم که توفیق داد برای من و شما تا این آیه را و این سوره عظیم الشان سوره نازعات را ترجمه نماییم. میخواییم سوره عبسه که در مکه نازل شده و دارای 42 آیه و یک رکوع میباشد برای شما عزیزان ترجمه نماییم. از الله تبارک و تعالی مسئلت دارم تا این توفیق را به من و شما عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم عبس و تولى سوره عبسه در مکه نازل شد و شأن نزول این سوره در باب عبدالله ابن ام مکتومه. عبدالله ابن ام مکتوم ایشون یک نابینایی بودند که در خدمت حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم مشرف شدند و در باب سوالاتی که از آن حضرت داشتند در آن لحظه حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم سران قریش را دعوت می‌دادند که از جایی که ایشون نابینا بودند و آمدند و اطراف پیامبر اسلام را ندیدند آمدند زانوی خود را به زانوی مبارک آن حضرت صلی الله علیه و سلم می‌زدند در این هنگام پیامبر قدری ناراحت شدند قدری گرفته شدند الله تبارک و تعالی این آیات را نازل کرد که عبس و تولى ترش کرد و روی گردانید به منظور خود پیغمبر که از عبدالله ابن ام مکتوم ترش کرد و روش و گردون کمی ناراحت شد انجا اخول اعمى این که آمد او را یک نابینایی نابینا عبدالله ام مکتوم
و ما یدریک لعله یذکر، و چه چیز در توست ای پیغمبر، شاید اون تزکیه شود، شاید اون سران قریشی که تو الان دعوت میدهی اونها تزکیه نشن، ولی عبدالله ابن ام مکنوم اون تزکیه شد و بره برای قبیله و قوم خود اونها را دعوت بده و بلکه از اونها داعیانی به وجود بیاد که دیگران را تزکیه کنند. در تو چیست ای پیغمبر؟ شاید این عبدالله ابن مکنوم تزکیه شه ولی این سران قریش تزکیه نشه. او یذکر و فتن فهو الذکر، او یا پند دهد پس نفع دهد پند دادن او. اما من استغنا، کسایی که از تو بی‌نیازی میکنند ای پیغمبر، یعنی سران قریش، اون کسایی که خودشونو صاحب جاه و منزلت میدونن، اونهایی که از تو بینیازی میکنن، فانت له تصدا، پس تو اونها رو اقبال میکنی، قبول میکنی. و ما علیک الا یزکا، و بر تو نیست ای پیغمبر که کسی رو تزکیه کنی. و اما من جاعک یسعا، و اما کسی که آمد به طرف تو یسعا شتابان و هو یخشا، و او میترسید، فانت عنه تلخا، پس تو از او غفلت میکنی ای پیغمبر. کلا انها تذکره، پس جز این نیست که اینها پندی است. فمن شاء ذکره، پس برای کسایی که بخواهند، فی صحف مکرمه، یعنی کسی که بخواهد تا کسی که بری اونو دعوت بدی، این خیلی فاصله زیادیه. اینها این آیات و پندی است خصوصا برای اون کسایی که خودشون میخوان. فمن شاء ذکره، یاد و پند اینها رو، فی صحف مکرمه، این آیات را ما در صحیفه های مکرمه گرام القدر نهادیم، مرفوعت و متحره، بلند مرتبه و پاکیزه شده، یعنی آیات قرآن در یک صحیفه های خیلی متحر و پاکیزه شده نگهداری می شود. به ایدی این سفره، به دست های نویسندگانی که نوشته شده که کرام برره، نویسندگان نیکوکار. قتل الانسان و ما اکفره، کشته با یا نابود باد این انسانی که ناسپاسی میکند. من ای شیء خلقه، از چه چیز خلق شده ای انسان؟ به خودت بیا ببین که از چه چیز خلق شدی. من نطفه، از یک قطره آب کثیف خلق شدی. خلقه، خلق شدی. فقدره، پس برای تو اندازه نهاد الله تبارک و تعالی. ثم السبیل یسره، سپس راه را برای تو آسان نمود. ثم اماته فاقبره، سپس تو را میران و در گور کرد. ثم اذا شاء انشره، پس هنگامی که بخواهد باز دوباره تو را زنده میکند و به وجود میآورد. کلا لما یقض ما امره، پس جز این نیست که به جا بیاوری اوامر الله تبارک و تعالی. فلینظر الانسان الی طعامه، پس نظر کن ای انسان به طرف طعام خود، ببین از چه چیزی این طعام تو درست شده، این گندمی که تو داری مصرف میکنی از چه چیزی درست شده. انا سببنا الماء سبا، هر آینه ما ریزان کردیم آب را برای شما ریزان ریزان. این بارونی که برات میاد توجه کن که به چه شکل داره میاد، از ابرهای در هم فشرده برای شما باران ریزان ریزانی می آوریم به پایین، تا اینکه لنخرج بی حبا و نباتا، تا خارج کنیم به آن دانه ها و گیاهان و نباتان شما را. ببین، و عنبا و قضبا، و انگورها و میوه های، و زیتونم و نخلا، و درخت های زیتون و نخل و خرما، و حدائق قلبا، و باغ های در هم فشرده، و فاکیت و عبا، و میوه ها و کاه ها. متاع لکم، منفعتی باشد برای شما، و لانعامکم، و برای چارپایان شما. و اذا جاعت الصاخه، پس هنگامی که بیاید یک آواز کرکنندهی که هر آینه همون آواز سور می باشد. سور دو نوعه، سور اول مردمان در یک روزی از خواب بیدار می شوند و می بینند و می شنوند که صدایی در آسمان ها پیچیده است. این صدا کم کم زیاد میشه، زیاد میشه، تا به حدی که مردم از وحشت این صدا پنبه تو گوششون میکنن. کم کم زمین به تکون میفته، زمین تیکه تیکه میشود، آسمان تیکه تیکه میشود.
یوم یفر المرء من اخیه، روزی که فرار میکند شخص از برادر خود، و امه و ابیه، و از مادر خود و از پدر خود، و صاحبته و بنیه، و زن و فرزندان خود فرار میکند. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه، برای هر کسی در آن روز باشد کاری که یغنی و بینیاز میکند. در اون روز هر کس فرار میکند از برادر خود، از مادر خود و از پدر و فرزندان و زن و بچه خود. هر کس برای خود کاری دارد که همون نامه اعمالی باشد، هر کس برای خودشه فرار میکند، تیکه تیکه میشه آسمان، تیکه تیکه میشود، از بین میرود. این سوره اول. سوره دوم سوریه که دمیده میشود و اولین کسی که به وجود میآید حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است و بعد از اون مخلوق دیگر. این آیه خطاب به سوره اول بود، روزی که شما از عزیزترین کسان خود، از فامیل های درجه یک خود فرار میکنید. وجوه یومئذ مسفره، روحا در آن روز خندان است از مؤمنان، ضاحکه و مستبشره، بشاشن. وجوه یومئذ علیها غبره، از کفار روزها در آن روز، در آن روز روحای اینها گرد و غبار گرفته است، ترهقها قطره، تاریکی در روحای اینها غالب شده، اونها چه گروهی هستند؟ اولئک هم الکفرت الفجره، آنها کفار و فاجران و بدکاران و فاسقان هستند. از الله تبارک و تعالی خواستاریم که همه من و شما را توفیق بدهد که در اوامر الهی راقب باشیم و خدای نکرده نباشیم از جز گروهی که در اوامر الله تبارک و تعالی نافرمانی کنیم و ما باشیم از گروه فجره و کفره. اولئک هم الکفره الفجره. الله تبارک و تعالی را سپاس میگوییم که به من و شما توفیق داد تا ترجمه سوره عبسه را هم به پایان رسانیم. میخواهیم ترجمه سوره تکویر را شروع نماییم. سوره تکویر سوره مکی است و دارای 29 آیه و 1 رکوع می باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت و اذا النجوم الكدرت و اذا الجبال صیرت و اذا الاشار اتلت و اذا الوحوش حشرت. اذا الشمس كورت، یاد کن زمانی را که خورشید در هم پیشیده شود، و اذا النجوم کدرت، و یاد کن زمانی را ای پیغمبر که ستارگان کدر شوند و تیره شوند، و اذا الجبال سیرت، و یاد کن زمانی را که کوها سیرت روان کرده شود، و اذا الاشار اتلت، و یاد کن ماده شتران ده مایه که معطل کرده شود. ماده شتران ده مایه برای عرب ها از همه چیز برای اونها بالاتر بود، یعنی دوست داشتن. یاد کن اون روزی را که این ماده شتران ده مایه برای اونها معطل کرده شود و اونها را ول کنن و برون. و اذا الوحوش حشرت، و یاد کن زمانی را که تمام جانوران وحشی جمع کرده شود. و اذا البحار سجرت، و یاد کن زمانی را که دریاها به جوش بیاید. و اذا النفوس زوجت، و یاد کن زمانی را که نفسها زوج زوج کرده شود. منظور از نفسها اینجا روح و جسم است. و اذا الموعودت سئلت، و یاد کن زمانی را ای پیغمبر که از دختران زنده به گور کرده شده سوال کنند، به ای ذنب قتلت، به کدام گناه کشته شدید. قبل از اسلام در زمان جاهلیت عرب های جاهل، اگر خداوند تبارک و تعالی به اینها فرزند دختری عنایت می فرمود، اینها را زنده به گور می کرد. در این آیه الله تبارک و تعالی می پرسد از این عرب های جاهل، به ای ذنب قتلت، به کدام گناه این دختران معصوم اینها را شما می کشتید. یاد کن زمانی را ای پیغمبر که ما از دختران زنده به گور کرده سوال کنیم، به کدام گناه شما کشته شدید.
و از صحف نشرت و یاد کن زمانی را که تمام نامه های اعمال شما باز کرده شود و از سماء کشتت و یاد کن زمانی را که پوست آسمان کنده شود و از الجحیم سویرت و یاد کن زمانی را که جهنم برافروخته شود و از الجنت ازلفت و یاد کن زمانی را که بهش پیش کشیده شود. علمت نفس ما احضرت، هر نفسی بداند در آن روز که چه حاضر کرده است. فلا اقسم بالخنسه، پس قسم است به اون ستارگانی که الجوار الکنسه سیر میکنن و غایب میشون. و اللیل اذا عصعص، و قسم است به شب زمانی که میآید. و صبح اذا تنفس، و قسم است به روز زمانی که میدمد. انه لقول رسول کریم، هر آینه این گفتار را ای پیغمبر فرستاده‌ای کریم گرامی القدر از طرف ما به طرف تو می آورد. زی قوت عند ذی العرش المکین، که صاحب قدرت عظمت در پیش عرش ارجمند است، که هر آینه جبرئیل علیه السلام است ای پیغمبر. مطاع ثم امین، فرمان برداری است که باشد امین و درستکار. ای پیغمبر، این اوامر ما را برای تو می آورد. و ما صاحبکم بمجنون، و نیست دوست شما خطاب به کفار و مشرکین، که خطاب به کسایی که رسول جهان آرای اسلام را اینها دیوانه خطاب می دادن. الله تبارک و تعالی اینجا خطاب می دهد و ما صاحبکم بمجنون، و نیست این دوست شما، این هم نوع شما، این بشر، این دیوانه. چون که اونها میگفتن نعوذ من ذالک، عیاذ بالله، پیامبر اسلام دیوانه است. ولقد راه بالافق المبین، هر آینه اون دیده است در کنارهای آسمان. اولین باری که حضرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم چشمش به اخیش حضرت جبرئیل افتاد در کرانه آسمان، حضرت جبرئیل را به صورت فرشته‌ای که با بالهای عظیم بود ایشونو دیدن. الله تبارک و تعالی می‌فرمایند که ولقد راه بالافق المبین، هر آینه اون دیده است در کنارهای آسمان ظاهر شده جبرئیل امین را. و ما هو علی الغیب بزنین، و او نیست بر علم غیب بخیل. هر علمی که از طرف ما بیاید به شما میگوید بدون اینکه در اون کم و کاستی صورت بگیرد. و ما هو بقول شیطان رجیم، و نیست گفته او گفته شیطان رانده شده. فعین تذهبون، پس کجا می روید؟ شما که همه اینها را می دانید، شما که می دانید پیغمبر اسلام بر حق است، ای مؤمنان، ای کسانی که پیغمبر را انکار می کنید، ای مشرکین، ای ملحدین، شمایی که می دانید حقانیت اسلام را، فعین تذهبون، پس کجا می روید؟ اگر از بال و از پایین هر جا بروی زمین خداوند است، و از هر جا که بروی باز هم آسمان خداوند، از بالا آسمان و از پایین هم زمین. فعین تذهبون، پس کجا می روید شما؟ این هو الا ذکر للعالمین، هر آینه جز این نیست، این پندهای ما برای تمام عالمیان است، برای یک فرد، یک قبیله، یک نژاد، یک قوم خاص نیست، بلکه این قرآن، این حرف ها، این کلمات برای همه عالمیان است. ای عالمیان، ای کسایی که شما در بزرگترین قدرت ها قرار دارین، ای کسایی که شما دم از قدرت و قدرت اول میزنید، بدانید که قرآن برای شماست. اگر شما در شب ها برای ما نقشه هایی میکشید، بدانید که ما مسلمان ها برای شما دعا میکنیم. لمن شاء منکم ان یستقیم، پس برای کسایی است از شما که بخواهد راه مستقیم را. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، و نمیخواهید مگر اینکه بخواهد خدای رب العالمین، خداوند پروردگار. الا ان یشاء الله رب العالمین. الله تبارک و تعالی را شاکریم تا به من و شما توفیق داد تا سوره تکویر را ترجمه نماییم. سوره انفطار مکیه و دارای 19 آیه و 1 رکوع می باشد. از الله می خواهیم تا این توفیق رو به من و شما بدهد، عمل این سوره ها را تا بتوانیم اون عمل را به نحو احسن اجرا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت،
وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. اذا السماء انفطرت، یاد کن زمانی را که ای پیغمبر آسمان فطرت گشوده شود. و اذا الکواکب انتصرت، و یاد کن زمانی را که ستارگان بریزند. و اذا البحار فجرت، و یاد کن زمانی را که دریاها فجرت روان کرده شود و به فوج بیایند. و اذا القبور بعثرت، و یاد کن زمانی را که قبرها برانگیخته شود. علمت نفس ما قدمت و اخرت، بداند هر نفسی که چه فرستاده است و چه از پس برای اون میآید. ما قدمت و اخرت، انسان قدمت آن چیزی است که به دست خود میدهی. به دست خود بده خرمای تر بگیر، از اون دنیا صد خروار زن. بل اون چیزی که به دست خود ما میدهیم ما قدمت میشه، و اما و اخرت و اون چیزی که از پس برای ما میآید. اگر ما جاده ای ساخته باشیم، اگر مسجدی بنا کرده باشیم، اگر مدرسه ای را احداث کرده باشیم، اینها و اخرت است، یعنی اون چیزی که از پس برای ما میاد، اون صدقه جاریه است. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسان چه چیز تو را فریب داد به پروردگار گرامی قدرت. الذی خلقک و سواک فعدلک، آن کسی که تو را خلق کرد پس برابر ساخت، پس برات تعدیل داد، چه چیزی تو را فریب داد به پیغم به در ذات احدیت. فی ای صورت ما شاء رکبک، در هر صورتی که خواست و میخواست ترکیب داد. کلا بل تکذبون بالدین، هر آینه جزی نیست که دروغ شمردید روز جزا را. و این علیکم لحافظین، و هر آینه بر شما گماشیم ما دوتا حافظ. کراما کاتبین، نویسندگانی. یعلمون ما تفعلون، میداند آن چیزی که شما انجام میدهید، که همون دو فرشته کرام الکاتبین باشد، که یک فرشته در سمت راست ما قرار دارد و فرشته دیگر در سمت چپ ما، که در همه اعمال ما ناظر می باشد، تمام اعمال من را ثبت می کند. نویسندگان گرام القدری هستند که اگر نیکی هم ما بکنیم بالاخره می نویسند. و اما در احادیث هست، در روایات هست که این نویسندگان، در آیات کلام الهی است که این نویسندگان زمانی که بنده گناهی را مرتکب می شوند، این فرشته سمت راست به چپ می گوید که ای فرشته سمت چپ گناهان را می نویسد، می گوید ای فرشته صبر کن، شاید این بنده باز آید. به خاطر این می گویند شما زمانی که خدایی نکرده مرتکب گناهی می شوی، سه بار بگو استغفرالله استغفرالله استغفرالله. این فرشته امکان این را دارد که این قلمش و قلم عفو را بر روی گناه تو بنویسد و اون گناه تو را ننویسد. و اما فرشته سمت راست زمانی که حتی شما نیت ثواب را هم میکنه، این مینویسد. چه زیبا، حتی اینقدر تعجیل داره، اینقدر عجله داره تا یک بنده یک کار نیکی رو حتی نیت کنه و اگر انجام بده سریعتر اونو مینویسه و براش 10 تا نیکی مینویسه. یعلمون ما تفعلون، میداند آن چیزی را که شما انجام میدهید. ان الابرار لفی نعیم، هر آینه نیکوکاران در ناز و نعمت باشند. و ان الفجار لفی جهیم، و هر آینه بدکاران در جهنم باشد. یسلونها یوم الدین، روزی که در آیند در روز جزا. یسلونها یوم الدین و ما هم عنها بقائبین، و نباشد در آن روز که اینها قائب باشند، خودشونو مخفی کنند. در آن روز نمیتوانند خودشونو مخفی کنند. و ما ادراک ما یوم الدین، و چه چیز تو را دانا کند که چیز روز جزا ای پیغمبر. ثم ما ادراک ما یوم الدین، سپس ما ادراک ما یوم الدین، چه چیز تو را دانا کند که چیز روز جزا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، روزی که مالک نیست هیچ نفسی از برای نفس دیگر، یعنی اون روز نمیتوانی فرار کنی، نمیتوانی غائب بشی، نمیتوانی پارتی بازی در آن روز نیست، هیچ نفسی برای نفس دیگر نمیتواند اونجا شفیع قرار بگیرد.
اونجا روزی هست که هر کس برای خودشه و الامر یومئذ لله و دستورات در آن روز فقط مختص الله تبارک و تعالی است. دیگه هیچ کس نمیتواند در اونجا نظر بدهد، نظر فقط نظر الله تبارک و تعالی است. الله تبارک و تعالی را شاکریم که تا توفیق داد سوره انفطار را هم ترجمهش رو به پایان برسانیم. میخواهیم سوره متففین را ترجمه بنماییم. سوره متففین مکیه و دارای 36 آیه و یک رکوع میباشند. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل للمتففین، وای بر کم فروشان، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، آنانی که هنگامی که از مردم کل میگیرند کم کنند، یعنی 10 کیلو رو 5 کیلو کنن. و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، یا هنگامی که از خود میخواهن کیل بدهن یا وزن بدهن کم میدهن، یعنی 5 کیلو خود یخسرون. الا یظن اولئک انهم مبعثون، آیا گمان نمی کند آن گروه که ایشان روزی برانگیخته میشوند؟ لیوم عظیم، در روزی بزرگ، یوم یقوم الناس لرب العالمین، روزی که مردمان ایستاده شوند در نزد پروردگار عالمیان. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، هر آینه جز این نیست که نامه اعمال بدکاران در سجین است. و ما ادراک ما سجین، و چی چیز تو را دانا کند ای پیغمبر که چیز سجین؟ کتاب مرقوم، کتابی است نوشته شده. ویل یومئذ للمکذبین، وای در آن روز بر کسانی که دروغ شمردند. الذین یکذبون بیوم الدین، آنانی که دروغ می شمردند روز جزا را. و ما یکذب به الا کل معتد نسیم، و دروغ نمی شمارد، دروغ نمی شمردند روز جزا را مگر اینکه هر تجاوز کننده گناهکار، روز جزا را فقط هر تجاوز کننده گناهکار اون انکار میکند و دروغ میشمارد. اذا تطلع علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین، هنگامی که آیات ما بر اینها خوانده میشود، بر این متجاوزین، بر این گناهکاران، اینها چه میگویند در جواب آیات ما؟ میگوید قال اساطیر الاولین، میگوید اینها داستانهای پیشینیان است، میگوید قرآن افسانه است، نعوذ من ذلک، میگویند قرآن داستانن، قرآن حرفهای از خود درآوردن، نعوذ من ذلک. اینها جوابی دیگه ندارن که بدن زمانی که آیات ما میخوانن، چون که اینها از حد گذشتن، اینها گناهکارن، در گناه غرق شدن، چشمان اینها صم بکم عمیان فهم لا یرجعون، اینها کورن، کرانن، پس نمیشنون و نمیبینن، اینها از حد گذشتند، اینها این حرفا را میگویند. کلا بلان علا قویم ماکانو یکسیبون، کلا جز نیست بلکه زنگ بسته است قلبهای اینها به سبب آن چیزی که انجام دادند. انسان زمانی که گناهی مرتکب میشود، یک نقطه سیاهی در قلب پیدا میشود، کرای این نقطه سیاهی روز بروز افزایش پیدا میکند. زمانی که غذای روح انسان، غذای روحش تقواست، بی تقوایی روح رو پلید میکنه، بی تقوایی زنگ میزند قلب را. کلا بران علی قلوب ما یکسبون، نچنان است بلکه قلب های اینها زنگ بسته شده به سبب اون اعمال گناهی که مرتکب میشوند. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، جز نیست که اینها، این بندگان خدا، در آن روز از دیدار پروردگار خود هم در حجابند. حتی الله تبارک و تعالی جمال نازنین خود را هم به اینها نشان نمیدهد. یعنی زمانی که در یک روز در جنت خدای متعال میخواهد با بندگانش ملاقات کند، که این بالاترین مقام است که بالاخره بندگان الله تبارک و تعالی میخوان کسب کنند،
یعنی از تمام نعمت هایی که الله تبارک و تعالی به اینها ارزانی کرده فقط میخواهند با الله تبارک و تعالی ملاقات بکنن، میگویند ای الله ما دیگه از نعمت هاتو نمیخواهیم، ما اون حوض و کوثر تو نمیخواهیم، ما حورهای بهشتی و اون باغ ها و بوستان ها رو نمیخواهیم، ما فقط تمام این نعمت ها رو به یک کنار، فقط دیدار تو به یک کنار. روزی که الله تبارک و تعالی با بندگان نیکش میخواد توی جنت با اونها ملاقات کنه، اگر این گروه افراد رو هم ببینه دیدار خودشون رو در حجاب برای اینها قرار میده. شما فکرشو بکنین که چه روزی خواهد بود اون روز. ثم انهم لسال الجحیم، سپس جز این نیست که اینها در آیند در جهنم. ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون، سپس به اینها گفته شود که این آنجایی بود که شما دروغ میشمردین. شما در دنیا میگفتین که جهنم وجود نداره، نعوذ من ذالک، آخرتی وجود نداره، این جهنم اون جایی است که شما میگفتیم وجود نداره و دروغ میشمردیم، این جایگاه هست. کلا ان کتاب الابرار لفی علین، اینها برای فجار و کفار و کسایی که از حد گذشته و گناهکار بود بود. و اما از این آیات برای مؤمنان شروع می شود. کلا این کتاب الابرار لفینین، هر آینه جز این نیست که نامه اعمال نیکوکاران در علیین قرار داره. و ما ادراک ما علیون، و چه چیز دانا کند تو را ای پیغمبر که چیست علیون؟ کتاب مرقوم، کتابی است نوشته شده. یشهدها المقربون، شهادت میدهند مقربان درگاه الهی. مقربان درگاه الهی اولین کسانی که شهادت میدن کراما کاتبینه، کسایی که از اول عمرت تا آخر عمرت باهاتن و تمام اعمال تو مینویسن، اینها بر نیک بودن تو شهادت میدهند در آن روز. ان الابرار لفی نعیم، هر آینه جز این نیست که نیکوکاران در ناز و نعمت باشند در آخرت. علی الارائک ینظرون، بر تخت های بلند نشسته باشند و نگاه کنند. تعرف فی وجوههم نظره النعیم، پس بشناسی ای پیغمبر در روحای اینها تازگی نعمت رو. یسقون من رحیق مختوم، نوشیده شود اینها از چشمه سربسته و یا شیشه سربسته که ختام اون مسک که سر اون شیشه از مشک باشد. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، و در اون رقابت نکنند مگر رقابت کنندگان. و مزاجهم من تسنیم، همین خود نوشیدنی همین شیشه از تسنیم باشه، ترکیبش از تسنیمه. تسنیم چیه؟ تسنیم عین یشرب بها المقربون، چشمه ای است که فقط بندگان نیک خداوند از آن می نوشند. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، دوباره برگشت برای کسا، برای کفار مشرکین، برای کسی که کسانی که صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم را اینها مسخره میکردند. هر آینه جز این نیست که اینها کسایی بودند که انجام میدادند و برای کسانی که ایمان آورده بودند اینها میخندیدند. و اذا مروا بهم یتقامزون، و انگامی که اینها میگذشتن با همدیگه غمزه میکردن یا با اشاره اینها را مسخره میکردن. و اذا انقلبوا الی اهلهم انقلبوا فكهین، و انگامی که باز میگشتن این مشرکین، این ملحدین، به طرف خانه های خود، به خانه های خود، به عنوان جوک اینها را تعریف میکردن که ما امروز صحابه ها یا اونهایی که ایمان آورده بود ما امروز مسخره کردیم. اینها باز فرزندانشون، زن و عیال و همه اینها با همدیگه میخندیدن و خوشحالی میکردن. اینها اونجور کسایی بودن. و ازاراهم قالوا انها اولای لزالون، و انگامی که میدیدن اینها را میگفتن اینها آدمهای گمراه شده ای هستن، به مؤمنین میگفتن. که چه بسا که متاسفانه تو این جامعه امروزی من و شما هم بعضی از افراد پیدا میشه که مؤمنین رو اینها مسخره میکنن و بهشون میخندن و در کنار زن و بچهشون بهشون میخندن و خیلی خوشحالی میکنن. این آیه ها شامل فقط اون زمان نمیشه، بلکه شامل این زمان و زمانهای آتی هم خواهد شد. و ما ارسلوا علیهم حافظین، و نفرستادیم بر شما مگه این که حافظ. فالیوم الذین آمنوا من الکفار یسکون، پس باشد یک روزی برسد که آنهایی که ایمان آوردن ای پیغمبر برای کفار بخندن.
اون روز روز آمدنی است، علل ارای که ینظرون بر تخت های نشسته باشند و نظر کنند. اینجا سوال پیش می آید که هل صبح بل کفار و ما کانوا یفعلون، آیا جزا داده می شود کفار به سبب آن چیزی که اینها انجام می دهند؟ آری آری که جزا داده می شود. این روز روز نزدیکی است برای همه. الله تبارک و تعالی را شاکریم که تا توفیق داد به من و شما تا سوره متففین را ترجمه نماییم و همچنین از الله تبارک و تعالی مسئلت داریم تا توفیق عمل با اخلاص را نصیب ما بگرداند. دعای خیری هست، دوستان مرحمت کند. الحمدلله رب العالمین و العاقبت للمتقین و الصلاة و السلام علی رسوله خیر خلقه بنور عرشه سیدنا محمد و علی و اصحابی اجمعین. اللهم نسألک کتابک المنزل و ما فی اسمک الاکبر و اسمک الحسنى و ما یخاف و یرجع ان تجعل من اتقادک من النار و تغذی حوائج للدنیا و الاخره. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في دنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى صراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وهجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا عداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد مظهر لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الهی حاجت حاجتمندان، شفای مریضان، خلاصی قرضداران، آزاد کردن محبوسان بیگناه، دستگیری دست خرسندی دل آزردگان، سلامتی سر مسافران. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه به نور عرشه سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. اسماعیل جان خیلی تشکر و قدردانی میکنه، خداوند به اینا خیر بده، خداوند به ما توفیق بده و اون چیزی که میشنویم عمل کنیم و به دیگران هم برسانیم اون چیزایی که میشنویم یاد میگیریم. حالا از آقا صاحب خواهش کردیم ترجمه دعای قنوت هم بخونم تا ما یاد بگیریم بالاخره استفاده بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم و بحمدك و تبارك اسمك و تعالى جدك و لا اله غيرك. التحيات الشريفه، التحيات لله و الصلوات و الطيبات، السلام عليك ايها النبي و رحمه الله و بركاته، السلام علينا و على عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. دعای بعد از نماز هست. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وانه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. دعائي بعد السلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. آية الكرسي شريف هاسك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهوده حفظهما وهو العلي العظيم. دعاء قنوت هست که بزرگواران توجه کنند، این دعا در رکعت آخر وتر خوانده می شود. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونصني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى
و نحفظ و نرجو رحمتك و نخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق. ترجمه دعای قنوت: بار الها از تو مدد می طلبیم و از تو مغفرت خواسته و به تو ایمان می آوریم و بر تو اعتماد کرده و تو را به ذکر خیر ستایش می کنیم و از تو سپاسگزاری می کنیم و ناشکری تو را نمی کنیم و کسی را که نافرمان تو از رها می کنیم و از او کناره می گیریم. بار الها فقط تو را عبادت می کنیم و برای تو نماز و سجده می کنیم و به سوی تو می شتابیم و انجام خدمت می نماییم و به رحمت تو امیدواریم و از عذاب تو بیمناک هستیم، همانا عذاب تو به کفار خواهد رسید. درباره نماز جنازه می خواهیم صحبت کنیم که نماز جنازه فرض کفایه است. مطلب آن چنین است که این نماز بر هر مسلمان که از میت خبر داشته باشد فرض است، لیکن اگر از همه آنان فقط چند نفر برای ادای نماز جنازه اقدام نمایند، فرد از ذمه همه ساقط می‌گردد. البته اگر یکی هم برای خواندن این نماز حاضر نشود، تمام مردم گناهکار خواهند شد. این نماز درباره میت حیثیت دعا را دارد و از این نظر در این نماز مثل دیگر نمازها قرائت و رکوع و سجده و قعود و قومه وجود ندارد و پس از خواندن نماز مستقلاً دعا خواستن طریق و روش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نبوده و از ایشان ثابت نیست. دعای میت برای زن و مرد بالغ یکی است. البته در دعای افراد نابالغ از نظر ضمیرها تفاوت است، ولی در مطلب و معنا هیچ گونه تفاوتی نیست. نیت و روش ادای نماز جنازه به طور اختصار بیان می شود. نیت: در دل یا به زبان گوید چهار تکبیر نماز جنازه، ثنا برای الله و درود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و دعا برای میت حاضر. پس از نیت الله و اکبر گوید و ثنا را بخواند: سبحانك اللهم و بحمدك و تبارك اسمك و تعالی جدك و لا اله غيرك. پس از ثنا تکبیر دوم را بگوید و هر دو درود را که در نماز خوانده می شود بخواند. سپس تکبیر سوم را گوید. اگر جنازه زن یا مرد بالغ است، پس این دعا را بخواند: اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و قائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اللهم من احییتهم منا فاحیه علی الاسلام و من توفیتهم منا فتوفه علی الایمان. پس اگر میت پسر نابالغ است، این دعا را بخواند: اللهم اجعله لنا فرطا و اجعله لنا اجرا و زخرا و اجعله لنا شافیا و مشفیا. و اگر میت دختر نابالغ است، بخواند: اللهم اجعلها لنا فرطا و اجعلها لنا اجرا و زخرا و اجعلها لنا شافیا و مشفیا. نماز جنازه دارای دو رکن است: چهار تکبیر، دو قیام. سنت های آن سه چیز است: یک، ثنا و تعریف خدای تعالی، دو، درود بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، و سه، دعا برای میت. میت آن است که زنده متولد شود و بعد بمیرد و آن که مرده به دنیا آید میت نیست و بر او نماز جنازه و تکفین وی مثل سایر اموات معمول نیست. میت اگرچه بعضی از علما نماز جنازه غایبانه را جایز دانستند، ولی نباید کسانی را که قائل به جواز نیستند مطعون قرار داد. به جای نماز جنازه غایبانه، ایصال ثواب را از طرق مشروع مثل صدقه و وقف و غیره برای مرحوم بهتر و بیشتر مفید است. نماز چند میت را یک جا خواندن جایز است. ثواب بیشتر در این است که نماز هر یکی جدا جدا خوانده شود. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.